خواستگاری یک چی بگویم یک چی از مصیبت هست خواستگاری یک مصیبت از طرف افغانستان البته بسیار بد فرهنگی های خاصی درش وجود داره و نحوه خواستگاری بسیار مشکل داره از نظر من البته من یک تجربه که دارم با اکسن کرستیم فکر میکنم که البته کل خانم ها به همین نظر هستن و من بسیار از این ناحیه رنج ببرم به خاطر دخترای جوان مخصوصا به خاطر امنایی که ازدواج نکردن حالا رنج نبر میدا جان جان نشرم به نظیر داریم بین ما بسیار شرمنده کس ولی خواستگاری در تمام دنیا صورت میگیره پیشنهاد میشه برای دخترها و یایی که خب به هر ترتیبش صورت میگیره ولی در افغانستان یک نحوه خاصی است که از انتخاب پدر و مادر شروع میشه یعنی 99% خانم ها دختر خانم ها دوشیزه ها در افغانستان به وسیله خانم ها به وسیله فامیل ها اقوامشان پدرها کاکاها و اینا انتخاب میشه داده میشه و به خانه بخت گفته یگان تا روان میشن چطور کلمه بعد به شوهر داده میشن یا به شوهر منتقل میشن نه باز باز نقل مکان میکنن میگن خانه شوهر یا بخت باز باز میگن که خانه شویت میری این بسیار باز بخی دیگه یک کلمه تمام ادبیات در خدمت است که آدم از زندگی آینده و از همسری با کسی و از زندگی مشترک وحشت کنه با وحشت با یک کابوس آغاز کنه و جریان‌های خواستگاری بسیار بسیار شکنجه دهنده هم به بچه‌ها هم به دخترها است مخصوصاً برای دخترها هست و چه سرگذشت‌های جالبی را این دخترها در پس صحنه‌ها دارن که نه مادرها خبر میشن نه پدرها نه کاکاها اما این بزرگا اسپینگیر و هیچ وکیل و گذر قریه آخون صاحب که نکاح میکنه هیچ کدام خبر نمیشه که دختر چه مراحل را طی میکنه تا اینکه به او خواستگار یا جواب رد میده یا پاسخ مثبت البته دختر پاسخ نداره خب اگر اول یک سلام بر همگی تان همی تیم همگی سلام یادشان میره وقتی که موضوع در جریان رفته خب میای سر موضوع ویدا جان که میگه دخترها رد میکنن خب ای کاش دخترها به او سن برسن که رد بکنن اکثر خانواده های افغان یا اکثرا به مجموع فرهنگ افغانی همی از دختر تازه که تولد میشه باز کاکاش چی میگه دخترت به نام بچه مسنی و نوز ده قنداق است نوز شیرخوار از او از او خواستگاری شده و بر از او داده شده وقتی که دختر جوان میشه هیچ نمیفهمه که یه قدر سالای عمرشه که سپری کرده او به نام کسی بوده دفتن در جوانی برش میگه که تو خود من قدر سالا نامزد فلانی بودی یا به نام فلانی بودی دفتن او وقت باز تصمیم عروسی میشه خیلی وحشتناکتر از او چیز دقیقاً وقتی که همه قسم تصمیم هم گرفته میشه بین فامیل ها که باید دختر یا پسر که تازه به دنیا میان به نام یکی دیگه میکنن و بعد وقتی اینا به سن جوانی میرسن ازدواج میکنن یا نامزد میشن خیلی مشکلات به بار میاره اینا هیچ وقت نمیتونن که خوش باشن گپ ما یک جای دیگه است که خواستگار میایه من مثلا یادم میاد که اولین خواستگار من در 12 سالگی ما آمد و بر من بسیار چی بود نمیفهمیدم نه من به خود ترسیدم آدم خورد است و من نمیفهمیدم که چیز من فکر میکردم که اسامی بن لادن مثلا نازل اسرائیل اسرائیل ما اولین تو خو رقمی و اسرائیل فکر کردی با اولین خواستگار خودم اولین خواستگار بسیار در ذهن آدم ذهن نشین میشه چون هر چیز میگم اولینا یا ماندگارتر است نه ما اولین خواستگار خود یاد به یاد مثلا فه هفت مکتب بودم و تصادف هم خواستگار ما یکی از استادایم بود استاد ما بود در مکتب ای که آمدن خب من نمیفهمیدم کی به خاطر چی آمدن فقط آمدن خانه و رفتیم امرایش و چیشتیم یا وقتی که رفتن شام مادرم برای من گفت که آمد بسیار قار از سبونی پشانیش دارش فقط بگوی که چی گپ شده میفهمی استادتان به خاطر چی آمده بود نه مادر من چی میفهم چرا آمده بود ای به خاطر خواستگاری آمده بود و فکس یک هفته مرا مکتب نماندن که برم دیگر نگفتن که آقا او ملامت است که آمده اینجا تو خرد هستی هنوز صنف 7 13 سالی مکتب میباشی 13 ساله میباشی صنف 7 مکتب دیگر اون چیز نگفتن من بیچاره یک هفته دیگه مکتب نمیرم من یک هفته ششتم در خانه بعد از یک هفته بود باز پدرم آمد که خیرت از گپ چی است اینا تو یک بود بار که بگم مردم باز من بعد از اون مکتب رفتم یعنی بسیار دردآور است و هر وقت که یادم میاد کسی میگه خواستگار بسیار زورم میاد و امروز در یادم میاد فرناز سوفیا تو سعی میکنن فکر میکنن ما از کدوم دنیای دیگه فرناز گفتین اینا مایرون ما تو فرناز ما رو چنج کردین و مهناز رفت با فرناز باش که ببینیم دیگه چی میشه خودت پست نمای ضرورت
معنیت میشه خودت از خواستگاری های دوگویی؟ من از خواستگار اولم قصه کنم، گرچه بسیار جالب آمست. روز در خانه هم تو نشسته بودیم و دو خانم آمدن و داخل خانه شدن و مادرم گفت خیلی مهناز چای بیار بر مهمانم. من رفتم و چای آوردم اینا و تو گشیشته؟ چای بردن چقدر باشد ناکست؟ خب چای بر از یا ماندم و میخوانم که سنش کلان بود نسبتا. یک بار طرف مادرم سعی کرد گفت الا خوارک شفشف نیش افتالوم هم پشت دخترت آمدیم خواستگاری و با او هم بدنواسیم. مادرم ایران من که جواب از اینجا چه قسم بده، بعد مادرم به قسم خود از این جواب داد گفت الا خوارک شفشف نیش افتالو هنوز دختر من نه 15 ساله شد در حالی که من 18 سالم بود. یک 15 ساله دیدم مادرم همیشه فرده مادرم همه گاله. من قصه جالب از دوره خواستگاری ها یادم آمد. تازه مکتب خلاص کرده بودم که یکی از آقایون از یکی از ولایات بر من خواستگار آمد. گفت که مادرم گفت که سنش خورده است و اینا، گفت نمیخواییم به تیمش. گفت که نه 14 ساله شده. باز گفت که هنوز تحصیلاتش هم مانده. فقط مکتب خلاص کرده. گفت نه و مکتب خلاص کرده، هنوز فاکولتیش مانده. یک دفعه مردکام نبرد نورد. گفت مام 14 ساله 12 پاس کرده. سوفیا، سوفیا چند سالت است؟ خب من تازه 18 سالم میشه. حتماً دیگه یک ده تا خواستگار از 12 سالگی میشه. یک گپ واضی هست دیگه، دختر به این زیبایی نمیشه که خواستگار نمیشه. و من از اولین کس کاری با من گفتت خب حال دیگه خواستگاری ها مدن شده و نمیاین خانیت راستن میای پیش خودت بخواست میگه. خب وقتی که دلت هست باز دیگه کم کم میای طرف خانیت آدرس خانیت رو پیدا میکنم. خب من خیلی خورد بودم، تازه دیگه سن فحش شده بودم که یکی از یک جای بودم و البته جایی که کار میکردم. آمد بر من یکی از همکارایم گفت که من تو زیاد خوشم آمدی، میخوایم تو رو با بیادرم بگیرم. خب چند روز آمد که شماره تلفن مادر دبتی، خب من ندادم. روز آخر دیگه من قدر یعنی خلقم تنگ شده بود که یک چیز برش گفتم، گفتم والا برو تو آمدی کشته که با بیادرت بگیری میمنی، یعنی هنوز بچه خواه هستم. بازه که این زیاد به کل همکارایم هم جالب بود. تا وقتی که من اوجه کار میکردم همیشه اینه بگم شد تو آمدی کشته که با بیادرت بگیری. یا دیگه خیلی چطاق بوده. خب چی دیگه همیشه بالای من فشار میاد. دفاع کرده بود از بچه خود. مثل ما باشی. مثل سوفیا باشی نه. و این بدترین سیستم است، بدترین نظام اینه می است که شما یک کودک از 13 ساله را 14 ساله را 15 16 را کسی که داد مکتب خود میخوانه بسیار قدم های ابتدایی زندگی را میورداره و تازه جوان شده و به بحران های جوانی دوچار است. هنوز شما فکر و هوش و گوش به مادری و همسری و زندگی مشترک و اینا بکشانید. بعد مردا ساری دیگه ببخشین دیگه تو یک فکر نمی کنم که اینمی چقدر سنش است، چقدر توانایی داره، چقدر میتونه که با شرایط زندگی با ما زندگی کنه. همین فقط چهره را میبینن که میدیدن مادر جان تو نمیشه صبح خانه از امیا بریم. یک گپ جالب در یادم آمد که یک کس گفتن او بیادر تو هنوز قدر خورد هستی یا هنوز سنت بر عروسی نو، چرا قدر زود عروسی کردی؟ گفت بر من گفتن که تو هیچ کاره نشدی، حد اقل برو داماد خوشو. چه خبر شد؟ یعنی مردا دیگه هیچ کاره نمیشن، باز میرن داماد میشن. یک مسئله دیگه که بسیار جدیست داریم قضیه ای که امی سن پیری زن بسیار جوان تعیین کردن. دختر 25 ساله را میگن که ترش خورده است، خانمانده 30 ساله خانمانده است. من اگه اینال شوهر اگه شوهر تجربه نمی کردم نمی داشتم باز میفتنی خانمانده. و گفت جالبی هست من کدام ترش کرده ایناله نه خواهش میکنی ما ترش نکردیم، برعکس ما را پدرهای ما میگه که شما را پشتی جور میکنیم و زیر سر ما میگه اون ترش هم نیست. و گفت جالب دیگه هست که برای خواستگارا یعنی جانب مقابل خانواده ایت همچی یک دیدگاه دارن تو بس از دیگه تا چه وقت خانه پدرت می باشی ما آمدیم بیا روسی کو درس چی ما چه متر. اما برعکس برای پدر مادر ها هر خواستگار که می دختر ما نوز خورد است و بیادر بی خورد تا چه خورد است بداد بی نظیر برسن تر این موضوع نیست که موضوع خانوادگی ما باشه، موضوع خانوادگی همه تا نفر هر کدام تا نمی خواستگار که می مادر تا ولی نگفت که به او خانم میگه چی میگه دختر ما نوز خورد از بان درس شب خورد. ولی اگر شما به میان درس خواندن هستین و خواستگار به خانه تان میاد حتما شما خورد هستین یاد شما نرم چون هنوز مسئله هستیم همه هر امی فصل های ازدواج از این ازدواج، کار کردن، درس مکتب خواندن، مادر شدن، تمام از این از خود فصل داره. جوان شدن زن به معنی این نیست که حتما میتونه این مادر شود.
اطمان میتونه همسر کسی شود، اطمان میتونه یک خانه رو با آرامش برسانه. به خاطر از اینکه بلوغ تنها بلوغ فیزیولوژیک نیست، بلوغ بلوغ فکری است، بلوغ بلوغ توانایی های ذهنی است. بسیار چیزا هست که بعد ها بسیار مشکلات، بسیار مثل زنجیر به هم بسته است. وقتی یک خانم با یک بلوغ فکری و بلوغ بیولوژیک میره به طرف مادر شدن و به طرف ازدواج، مثلا یک زن فاکولته پاس، یک زنی که سرد و گرم چشیده، وظیفه اجرا کرده در بیرون، آدم اجتماعی بوده، بعد به خواست خودش با تصمیمای خاص خودش رفته ازدواج کرده، او هم میتونه مادر خوب باشه، هم همسر خوب باشه، هوشیار باشه، کمتر بار شوه به طرف مقابل خود و خواسته های طرف مقابل خود درک کنه. از ایلاس من یک مسئله دیگه که این مشکل ما بیشتر در دختران نیست، من فکر نمیکنم دختران یک قسمت کار از یک جای میلنگه که تمام هوش و ذهن دخترها را آماده میکنه خانواده برای خانواده همسر. از زمانی که تولد میشه میگن مال مردم است. از روز که تولد میشه دختر مال مردم است. عکس و همیشه وقت مادرها اینا میگن بر دخترها که باید آشپزی یاد بگیری و به خاطر که میری خانه بخت. بله. لباس شوشانه باید یاد بگیری که به خاطر میری خانه بخت. درس بخون که میری خانه بخت. همه چیز فقط به خاطر خانه بخت. زیاد تفریح بیرون نه به خاطر که روزی تو یک خانه میشی. به این شکل باش که میری خانه مردان. حتی در رفتار کو که میری خانه مردان. در کنکور من یادم میایه که ما چند هم صنفی بودیم، کنکور میدادیم، بسیار جوان بودیم هنوز. تازه مکتب 14 سالای 12 پاس بودیم. ما الان آفرین و ما که 14 ساله دوازم پاس بودیم، کاش که پانتون رو خلاص. شما 14 ساله پانتون پاس هستیم. ما میرفتیم که تر سبا امتحان کنکور داشتیم، چهار دختر بودیم و ما میخواستیم که کنکور تصمیم بگیریم. باز مادر پدرای ما کلشان جالب بود که تو خانواده نبود که تغییر داشته باشه. خانواده ما، خانواده خاطره دوست ما که حال استاد دانشگاه است، خانواده سحر دوست ما که حال مستری خودم میخوانه و خانواده یک از دخترها به نام هما، اینا همه مادر پدرها فقط برای عمه ما گفته بودن که اگر بچه ادبیات و دارالمعلمین و تعلیم تربیت انتخاب کنی ای بسیار خوب است که بخیر داینده بتونی نصف روز اولادت نگاه کنی، نصف روز هم در مکتب دخترانه معلم باشی. و باید میگه دخترها قدر درس نخوانند وقتی که در رشته بلند کامیاب شن، میگن باید امیر رشته کم کامیاب شویم خوب است. بس همیست که حالا او که چطور با سیستم عجیب غریب میاین به طرف خواستگاری و خانواده ها با هم سر پول درگیر میشن، سر مال درگیر میشن، سر مریه درگیر میشن، سر طلا درگیر میشن و دختر و بچه اصلا به چنین چیزهای فکر نمی کنن. مخصوصا دخترها چی دلهوره هایی دارن که هیچ کس نمیره نمیپرسه که دلهوره های شما چی است. میگه برو نمیفهمه باز چی شو، حالا خو لنگک میزنه باز پسان، حالا بعدش میگه باز پسان خوش. یا مثلا میگه خاموشی علامت رضاست. چه قیده شدناک است. اکثرا ما چیزی که راضی نمیباشیم چپ میباشیم، گپ نمیزنیم، نه یا از نهایت خفگی چپ میباشیم، اما برعکس باز زود تعبیر میشه میگه خاموشی رضایت میگه. من یک ایمیل داشتم که در بخش ایمیل ها میخوانم براتان. یک دختر بر من زنگ زد، زنگ تلفنی زد، گفت که مرا کمک کن. گفتم چند سال هستی؟ گفت که 21 سال هستم. گفت من یکی از بچه ها از سویدن بر من خواستگار شده و گفت من تمامش رو نگفتم که من نمیخوایم و من 3 روز و 3 شب است که در اتاقم خود قید کردیم و دیدن مادر پدرم که مریض میشم. بعد از او آمدن آهسته آهسته گفتن خب بچه من رقم خودت خوش هستی، ولی من میبینم که میرن تاویز میخرن، تومار میخرن و بوره رو بچه به دلگرمی و دلسردی در گلاسم مندازن و این کارا رو میکنن به خاطر از اینکه من بالاخره رضا شوم و من بچه رو بگیرم. حالا حالا از بورام بترسیم دیگه دیگه بورام بترسیم. خواستگاری از فامیلیتان نخوریم وقتی که دلتان نبود. میریم سراغ قسمت دیگه برنامه.